در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی رامظ‌الله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که شنبه یکم جمادی الاول 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که مراد از لباس شهرت چیست و چه حکمی دارد؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. لباس شهرت چون روایاتش غالبا سندهای معتبر نداره، اما خب یه عده عمل کردن، اصلا محل خلافه که اونیش که یقینی لباس شهرت اصلا مکروه یا حرام، خلاف بین فقها. من احتیاط وجوبی کردم در اون مقدار مسلم از لباس شهرت، نه اینکه یه زن و شوهر لباس همدیگر رو تو خونه بپوشن یا اینا، نه اینا لباس شهرت اسمش نیست. لباس شهرت اینه که تو بیرون جلو مردم، فرض کنید یه مرد لباس خاص زنها رو بپوشه یا یه زن لباس خاص مردا رو بپوشه، اونم خودش اصلش خلافیه که مکروه یا حرامه. نیست، نه نه ظاهرا شهرت معناش اینه انگوش نمای به بدی بشه، انگوش نما به بدی بشه. فرض کنید یه آدم محترم معروف مرد با شورت بیاد بیرون مثلا که مناسبش نیست. در نشست علمی شنبه یکم جمادی الاول همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره انجام عبادات برای میتی که زمان زیادی تارک عبادات بوده، تصریح به لفظ در هبه به زیرحم، وظیفه مأموم هنگام خطای امام جماعت در نماز، اقتدای هر نمازی در نماز جماعت، اختلاف در ماهیت مهریه بین زوجین، اضافه آمدن تبرعاتی که به هیئت و مواکب می‌دهند، اقتدای عرب زبانان در نماز به کسی که لهجه اش فارسی است، شکستن نماز در موردی که راه حل دارد، اعتبار حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، حکم پوشیدن لباس حریری که به بدن نچسبیده باشد برای مرد، حکم تغییر و دور کردن راه عمومی، حکم شغل صرافی که در ازای تبدیل پول مبلغی میگیرد، حکم عمل به قواعد اشاعری در نزاعات و دیه، منظور از حدیث حسین منی و انا من حسین، چگونگی برخورد با افرادی که به مظاهر عزای حسینی مخالفت عملی میکنند، دلیل اینکه چرا ائمه از نسل امام حسین علیه السلام هستند و نه از نسل امام حسن علیه السلام، اجر شخصی که به نیابت از دیگری زیارت انجام می دهد، حکم ذکر گفتن در غیر موضع آن ذکر در نماز، حکم لمس اسماء جلاله و قرآن در صفحه موبایل و کامپیوتر، دلیل اینکه زیارت امام حسین علیه السلام افضل از زیارت دیگر معصومین علیه السلام است، حکم اعتیاد به تقویم شرعی در اوقات نمازهای یومیه پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی رامظ‌الله به یکایک که سوالها با سعی سعد پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی رامظ‌الله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه 6 رأس ساعت 11:15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده نشست علمی باشید.